سلام بر شما به برنامه این هفته ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت خوش آمدید. من فریبا شیرازی هستم. در برنامه این هفته از آخرین تحولات اوکراین خواهیم گفت و در گزارشی به بازتاب سفر کاترین اشتون به ایران می‌پردازیم. در ادامه نگاهی داریم به خبر صدور حکم اعدام برای متهمان ترور دادستان زابل و نیز به انتقادهای دوباره اکبر هاشمی رفسنجانی به احمدی نژاد و فراخواندن مردم برای نهراسیدن از زندان از طرف وی می‌پردازیم. در پایان برنامه هم طبق روال مایستان بختیاری ما را در جریان آخرین تحولات ترکیه قرار می‌دهد. با ما همراه باشید. جدال غرب و روسیه بر سر شبه جزیره کریمه همچنان ادامه دارد و هر روز بعد تازه‌ای می‌یابد. آمریکا به روسیه هشدار داده است که ادامه سیاست کنونی آن کشور علیه اوکراین بدون هزینه نخواهد بود. شامگاه چهارشنبه 21 اسفند ماه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در دیدار با آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر دولت انتقالی اوکراین در واشنگتن بار دیگر حمایت ایالات متحده از این کشور را مورد تاکید قرار داد و از سیاست روسیه در قبال اوکراین به شدت انتقاد کرد. بحران اخیر در روابط روسیه و اوکراین جدی‌ترین تنش میان غرب و روسیه پس از جنگ سرد به شمار می‌رود. به گزارش خبرگزاری فرانسه بر اساس برخی گزارش‌ها نیروهای روسی کنترل یک پایگاه هوایی نظامی را در غرب کریمه در شهری به نام ساکی در دست گرفتند. همچنین برخی منابع خبری نیز گزارش دادند که پخش شبکه‌های تلویزیونی اوکراین در منطقه کریمه قطع شده و شبکه‌های تلویزیونی روسیه پخش برنامه‌های خود در کریمه را آغاز کردند. در تحول دیگر یک نماینده ارشد پارلمان روسیه تاکید کرد مسکو حاضر است تا کمک مالی 1.1 میلیارد دلاری را در اختیار کریمه قرار دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پاول دروخین معاون کمیته صنعت دومای روسیه در حالی از آمادگی مسکو برای اعطای کمک مالی 1.1 میلیارد دلاری به کریمه خبر داده است که پارلمان این منطقه قصد دارد همه پرسی سراسری در خصوص پیوستن به روسیه را 25 اسفند ماه برگزار کند. در همین راستا رئیس پارلمان شبه جزیره کریمه اعلام کرد دولت این منطقه بودجه کافی برای تامین مالی برگزاری همه پرسی را ندارد. رئیس مجلس شبه جزیره کریمه در واکنش به اقدام کیف در مسدود کردن حساب‌های مالی دولت این منطقه گفت بودجه کافی برای تامین مالی برگزاری همه پرسی استقلال این منطقه را داریم. وی گفت که برآوردها با جزئیات کامل انجام شده و بودجه مورد نیاز نیز تامین خواهد شد. در رویدادی دیگر رئیس جمهور روسیه در گفتگوی تلفنی با نخست وزیر انگلیس بر اراده مسکو بر حل و فصل بحران اوکراین از طریق دیپلماتیک تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه از لندن سخنگوی دفتر نخست وزیری انگلیس در بیانیه‌ای اعلام کرد ولادیمیر پوتین در گفتگو با دیوید کامرون تاکید کرد که به نفع همه است که بحران اوکراین از طریق دیپلماتیک حل و فصل شود و شاهد اوکراینی باثبات باشیم. پوتین در این گفتگو تاکید کرده است که روسیه می‌خواهد راه حلی دیپلماتیک برای این بحران پیدا کند و با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه خود درباره پیشنهادات مربوط به گروه تماسی که ایجاد آن مورد درخواست غربی هاست گفتگو خواهد کرد. در همین راستا صدر اعظم آلمان و نخست وزیر ترکیه نیز در گفتگوی تلفنی بر این مسئله تاکید کردند که تمامیت و حاکمیت ارضی و اتحاد سیاسی اوکراین باید به هر قیمتی حفظ شود. نخست وزیر اوکراین هم تاکید کرد که این کشور حتی یک اینچ از خاک خود را از دست نخواهد داد. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر موقت اوکراین در جمع هزاران نفر از حامیان دولت جدید اوکراین یک بار دیگر گفت که این کشور از خاک خود دست بر نخواهد داشت. اکثر ساکنان کریمه را روس تباران تشکیل می‌دهند. کریمه شبه جزیره‌ای در جنوب اوکراین و در سواحل دریای سیاه است که در سال 1954 توسط رهبر وقت اتحاد جماهیر شوروی به اوکراین اهدا شد. بمبست موجود در کریمه به بزرگترین مواجهه میان شرق و غرب از پایان جنگ سرد منجر شده است. بحران پس از آن به وجود آمد که طرفداران اتحاد اوکراین با غرب موفق شدند دولت متحد روسیه در کیف را ساقط کنند.
مسکو پس از مدتی اعلام کرد که برای حفاظت از جان شهروندانش در کریمه نیروهای نظامی خود را در داخل این شبه جزیره مستقر می کند. حسن روحانی در دیدار با برخی از نمایندگان مجلس خواستار تعامل دو قوه مقننه و مجریه شد و گفت مجلس دائما از دولت انتقاد نکند بلکه موفقیت‌های دولت را هم ببیند و آن را اعلام کند. مجلس ایران که در اختیار محافظه‌کاران مخالف دولت است از ابتدای روی کار آمدن حسن روحانی بارها نسبت به اقدامات تیم دولت انتقاد کرده و به برخی از وزرا هم کارت زرد داده است. حسن روحانی در دیدار با اعضای فراکسیون رهروان ولایت مجلس با اشاره به اینکه دولت در آغاز کار با مشکلات فراوانی در کشور روبرو بوده گفت تلاش دولت در جهت رفع برخی مشکلات کاملا موفق بوده و در دیگر موارد هم حرکت‌ها رو به جلو بوده است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری وی خطاب به مجلس گفته است نهاد قوه مقننه باید خوبی‌های دولت را هم ببیند و به گفته او هر مقدار تعامل میان دولت و مجلس بیشتر باشد به نفع مردم خواهد بود. رئیس جمهوری اسلامی با بیان اینکه دولت و مجلس باید به قانون عمل کنند و آن را مبنا قرار دهند گفته است رأس اعتدال که شعار دولت تدبیر و امید است قانونگرایی است و در این راستا هر طرح و لایحه‌ای که در مجلس به تصویب برسد و مورد تایید شورای نگهبان باشد اگرچه با نظر دولت کاملا منطبق نباشد دولت آن را اجرا خواهد کرد. رئیس دولت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توافق ژنو و سیاست خارجی دولت هم افزوده است دولت در حوزه سیاست خارجی تاکنون قدم‌های مناسبی را برداشته و در حال برداشتن گام‌های جدید برای توافق نهایی است. روحانی با اشاره به سفر اشتون به تهران گفت امروز شاهد استقبال جهان از جمهوری اسلامی هستیم و این را می‌توان در حضور هیئت‌های سیاسی و پارلمانی و اقتصادی در ایران مشاهده کرد. رئیس جمهوری با اشاره به اینکه تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی در موضوع هسته‌ای یک تیم مجرب و حرفه‌ای است گفته است علاوه بر شورای عالی امنیت ملی تیم مذاکره کننده زیر نظر یک شورای عالی سیاست‌گذاری فعالیت می‌کند. روحانی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به کثرت تغییر و تحولات در مدیران اجرایی کشور در دولت 11 این موضوع را شایعه خواند و گفت بر اساس آمار و ارقام واضح تغییر و تحول در ماه‌های گذشته از عمر این دولت در مقایسه با مدت مشابه در دولت 9 بسیار کمتر بوده است و بسیاری از مدیران گذشته که شایستگی داشتند در سمت قبلی ادامه خدمت داده یا مسئولیت جدیدی به آنها محول شده است. آقای روحانی همچنین با اشاره به هدفمندی یارانه ها گفت شیوه اجرای هدفمندی یارانه ها که در گذشته مسیر درستی را طی نکرده مورد تایید همه است که باید این شیوه را اصلاح کنیم. رئیس جمهوری با بیان این که همه تلاش دولت در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها این است که طبق قانون مجلس افرادی که نیاز به دریافت یارانه ندارند یارانه نقدی نگیرند گفته است همه باید تشویق کنیم تا افراد غیر نیازمند فرم یارانه را پر نکنند و با این کار به کشور و دولت در مسیر پیشرفت و عدالت کمک کنند. به دلیل شرایط اقتصادی کشور ما ناچاریم در افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی شیوه ملایمی را در نظر بگیریم. حسن روحانی در پایان هم به موفقیت دولت در خصوص کنترل تورم اشاره کرد و گفت دولت او موفق شده است با نظم و پشتکار و مشورت با کارشناسان اقتصادی و اقدامات و تصمیمات اقتصادی تورم را کاهش دهد. روحانی همچنین گفته است امروز تورم نقطه به نقطه علی‌رغم اجرای مصوبه مجلس در زمینه نرخ ارز در بودجه در سال 92 22% کاهش داشته است. رئیس دولت گفته است نرخ ماهانه تورم در بهمن ماه از 0.4% کمتر بوده که این امر کاملا بی سابقه است. دیدار رئیس جمهوری اسلامی با برخی از نمایندگان مجلس در حالی است که تنش میان دولت و مجلس به شدت افزایش یافته و اخباری مبنی بر استیضاح قریب الوقوع وزیر آموزش و پرورش هم منتشر شده است. در روزهای گذشته معاون نظارت مجلس اسلامی گفته بود قوه مقننه در 6 بیش از 2000 تذکر به دولت روحانی داده است. اکثریت نمایندگان مجلس را در حال حاضر محافظه‌کاران تشکیل می‌دهند، اما نمایندگان عضو جبهه پایداری که گروهی وابسته به محمد تقی مصباح یزدی هستند منتقد سرسخت دولت و از کسانی هستند که طرح‌های استیضاح و سوال از وزرا و تذکر به تیم دولت را ترتیب می‌دهند.
اما هفته گذشته خبر سفر کاترین اشتون به ایران با حاشیه‌ها و حرف و حدیث‌های فراوانی همراه بود. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که بخش عمده‌ای از مذاکرات وی با مقامات ایرانی برای مسئله حقوق بشر متمرکز بود. در همین حال دیدار وی با نرگس محمدی و گوهر عشقی مادر ستار بهشتی و تعدادی از فعالان زن در سفارت اتریش بسیار خبرساز شد و انتقادهای فراوانی را از سوی محافل تندرو به دنبال داشت. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پایان سفر به ایران با انتشار بیانیه اعلام کرد که بخش عمده ای از مذاکرات وی و مقامات ایرانی بر روی مسئله حقوق بشر متمرکز بود. به گزارش رویترز، خانم اشتون در بیانیه خود در خصوص دیدارش از ایران نوشت: من با فعالین زن در روز بین المللی زن دیدار کرده و درباره وضعیت زنان و نیز برخی از کارهایی که این زنان از روزنامه نگارها گرفته تا پناهندگان افغان و افرادی که در جامعه مدنی فعالیت می کنند سخن گفتم و سپس تفکر درباره برخی از مسائل منطقه، برای مثال چالش های واقعی تجارت مواد مخدر در افغانستان که ایران در این حوزه با مشکلاتی مواجه است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با بیان اینکه مسئله اصلی مورد گفتگو بحث هسته‌ای بوده، گفت: مایه دلگرمی بود که ما توانستیم درباره برخی از این مسائل به صورت صادقانه گفتگو کنیم و امیدوار هستم که اگر در مذاکرات موفق شویم، قادر خواهیم بود تا به سمت طیفی از مسائل مختلف با ایران حرکت کنیم. کاترین اشتون دوشنبه شب پس از دیدن بناهای تاریخی اصفهان این شهر را به مقصد عمان ترک کرد. در همین حال محافظه‌کاران به شدت به دولت حسن روحانی برای دیدار کاترین اشتون با برخی از فعالان حقوق بشر انتقاد کردند. قاسم روانبخش نماینده مجلس و عضو جبهه پایداری گفت: اگر اشتون با اطلاعات و مواردی که در دیدار با فعالین فتنه در تهران جمع‌آوری کرده است مذاکرات را به سمت مسائل حقوق بشری ببرد، ملت ایران دستگاه دیپلماسی و امنیت کشور را مؤاخذه می کنند. روانبخش افسوده: اقدامات و دیدارهایی که هیئت پارلمانی اروپا و اشتون با فعالین فتنه و فمینیست ها در ایران داشتند در راستای نجات جریان اصلاحات از طریق تقویت جنبش زنان است. حمید رسایی نماینده محافظه‌کار مجلس همچنین دولت حسن روحانی را دولتی تحقیر شده نامید و گفت: بدون تردید دیدار کاترین اشتون با شماری از فعالان حقوق زنان با اطلاع و هماهنگی طرف ایرانی صورت پذیرفته است. وی افسوده: وقتی دستگاه دیپلماسی ما دستگلی مثل توافقنامه ژنو به آب می‌دهد، ملاقات اشتون با فتنه‌گران در برابر آن چیزی نیست. روح الله حسینیان عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس هم با انتقاد از این دیدار گفت که این دیدار را مصداقی از دخالت اروپاییان در مسائل داخلی جمهوری اسلامی عنوان و بر ضرورت جلوگیری از تکرار این گونه دیدارها تاکید کرده است. ابراهیم آقا محمدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز با بیان اینکه وزارت خارجه باید پاسخگوی دیدار اشتون با محکومان فتنه باشد، از بررسی این موضوع در اولین جلسه این کمیسیون خبر داده است. مسعود جزائری معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح هم گفته: ملاقات اشتون با برخی افراد معلوم الحال به منزله نقض قوانین دیپلماسی و مقدمه سازی برای دخالت‌های بعدی است. جزائری افسوده: اشتون به فکر حل مشکلات زنان در اروپا باشد و ما تحت هیچ بهانه اجازه دخالت غرب در امور داخلی ایران را نمی‌دهیم. در همین حال وزارت امور خارجه هم در واکنش به انتقادات نمایندگان مجلس و معاون ستاد کل نیروهای مسلح از برگزاری این دیدار گفته که به سفارت اتریش در تهران تذکر رسمی داده شده و افسوده که برخی نامه‌های غیر رسمی و هماهنگ نشده در جریان سفر کاترین اشتون مبنی بر نگاه متأثر از برخوردهای گزینشی سیاسی و دوگانه از مقوله مبهم حقوق بشر است. بر اساس گزارش‌ها دیدار خانم کاترین اشتون در سفارت اتریش و میان 7 نفر از فعالان زن برگزار شد که نرگس محمدی روزنامه نگار و فعال حقوق بشر که هم‌اکنون در مرخصی بیرون از زندان به سر می‌برد و گوهر عشقی مادر ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویسی که در زندان کشته شد 2 تن از شرکت کنندگان در آن بودند. هفته گذشته دادستان عمومی و انقلاب زاهدان از صدور حکم اعدام برای 3 نفر که به دست داشتن در ترور دادستان زابل متهم هستند خبر داد.
این 3 نفر وابسته به گروه جیش العزل هستند که نزدیک به 1 ماه است 5 مرزبان ایرانی را به گروگان گرفتند. صدور ادامه این افراد می تواند تهدیدی برای جان مرزبانان روبوده شده ایرانی باشد. در همین راستا وزیر کشور ایران هم می گوید که وزارت کشور پیگیر آزادی این 5 مرزبان ایرانی و در حال مذاکره با مقامات پاکستان است. محمد مرزی دادستان عمومی و انقلاب زاهدان گفته است دادگاه درخواست دادستان را پذیرفته و برای هر 3 نفر متهم به قتل دادستان زابل حکم اعدام صادر کرده است و این احکام برای تایید نهایی به دیوان عالی کشور فرستاده شدند. 3 محکوم به اعدام به دست داشتن در قتل موسی نوری قلعه دادستان زابل متهم بودند. نوری قلعه روز 15 آبان ماه امسال هنگام رفتن به محل کارش از سوی افراد ناشناس با شلیک چند گلوله به قتل رسید. مسئولیت این ترور را بلافاصله گروه جیش العدل بر عهده گرفت، اما ادعای جیش العدل روز 27 آبان هنگام دستگیری افرادی که سپاه قدس وابسته به سپاه پاسداران از آنها به عنوان عاملان ترور یاد کرد تکذیب شد. رمضان شریف مسئول روابط عمومی سپاه پاسداران بلافاصله پس از این دستگیری ها با بیان اینکه گروه دستگیر شده هیچ ارتباطی با جیش العدل ندارند ترور دادستان زابل را به بحث قاچاق و انتقامگیری مربوط دانست. اما به رغم این ادعاهای متناقض اقدامات گروه جیش العدل پس از ترور دادستان زابل ادامه یافت. این گروه روز جمعه 3 آبان به مرزبانان ایرانی در مرز ایران و پاکستان حمله کرد که طی آن 14 مرزبان کشته شدند. فردای آن روز مقامات قضایی جمهوری اسلامی طی اقدامی تلافی جویانه 16 زندانی را در استان سیستان و بلوچستان اعدام کردند، اقدامی که با اعتراض وسیع مدافعان حقوق بشر مواجه شد. آنان اعدام‌های تلافی جویانه را غیر قانونی و مغایر با موازین بین‌المللی اعلام کردند. جیش العدل همچنین روز 18 بهمن ماه امسال نیز 5 سرباز مرزی ایران را به گروگان گرفت که هنوز آنها را آزاد نکرده است. در همین راستا عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران گفت وزارت کشور پیگیر آزادی 5 مرزبان ایرانی بوده و در حال مذاکره هستیم. به گزارش خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران، عبدالرضا رحمانی فضلی با اعلام این خبر گفته است اگر پیگیری ها و مذاکره های ما به جای مطلوب برسد و حامل خبرهای خوش برای مردم باشد آن را صراحتا اعلام می کنیم. اظهار نظر وزیر کشور ایران در حالی است که یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران با اشاره به گزارش دستگاه‌های دولتی و امنیتی جمهوری اسلامی به این کمیسیون درباره سربازان به گروگان گرفته شده ایرانی گفته که خروجی گزارش ارائه شده حکایت از آن ندارد که قرار است این مرزبانان به زودی آزاد شوند. محمد حسن آصفری با اشاره به اینکه جلسه در این زمینه در شورای عالی امنیت ملی ایران برگزار شده گفت تنها چیزی که ما مطمئن هستیم این است که این مرزبانان در سلامت کامل و قطعا در پاکستان هستند. گروه سنی مذهب جیش العدل خود را مدافع حقوق اهل سنت ایران در برابر سرکوب حکومت شیعه مذهب جمهوری اسلامی معرفی کرده و گفته که در حال جهاد با جمهوری اسلامی است. این گروه اعلام کرده که حکم اعدام گروهبانی که به اسارت گرفته را صادر کرده، اما هر 5 مرزبان را در قبال آزادی 50 تن از اعضای زندانی خود در ایران، 200 تن از جوانان و علمای اهل سنت و 50 تن از زنان مسلمان و سنی اسیر در سوریه توسط سپاه پاسداران آزاد می کند. سازمان عفو بین‌الملل میگوید نیروهای دولت بشار اسد در سوریه از ترفند گرسنگی دادن غیر نظامیان به عنوان اسلحه جنگی علیه مردم استفاده میکنند. عفو بین‌الملل میگوید دست کم 128 آواره در اردوگاه یرموک از گرسنگی جان دادند. به گفته این سازمان هزاران نفر هنوز گرفتارند و با بحران انسانی فاجعه باری روبرو هستند. منطقه محاصره شده یرموک در حومه جنوبی دمشق قرار دارد. در همین حال یونیسف در گزارشی اعلام کرد که بیشترین آسیب جنگ سوریه متوجه کودکان است. نماینده صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف مستقر در آنکارا گفت که شمار کلی آوارگان سوری حدود 3.5 میلیون نفر است. به گزارش خبرگزاری رویترز و یبسود در طول 3 سال جنگ در سوریه بیشترین آسیب متوجه کودکان این کشور بوده است. نماینده یونیسف در این خصوص افزود این جنگ به حدود 6 میلیون کودک سوری آسیب جدی وارد کرده
و بیش از 10,000 نفر از 100,000 سوریه کشته شده در این کشور کودکان بودند. شبکه خبری المیادین نیز هفته گذشته با استناد به یک گزارش یونیسف اعلام کرده بود که بیش از 2,000 کودک آواره سوری در اردوگاه پناهندگان در لبنان به دلیل سوء تغذیه در خطر مرگ قرار دارند. در رویداد دیگر سازمان عفو بین الملل با انتشار گزارشی نوشت که دولت سوریه در منطقه محاصره شده یرموک در حومه جنوبی دمشق از گرسنگی دادن به غیر نظامیان به عنوان سلاح و حربه استفاده می کند. عفو بین الملل در گزارش خود در مورد یرموک که اردوگاه پناهندگان فلسطینی و سوری در آن قرار دارد نوشت که از ژانویه 2013 که ارتش سوریه محاصره این منطقه را شدیدتر کرده در حدود 200 نفر جان باختند که علت مرگ 128 نفر از آنها گرسنگی بوده است. آژانس امداد و کاریابی آوارگان فلسطینی سازمان ملل گزارش داده است که با بروز جنگ داخلی و در پی آن فرار اکثریت جمعیت 170,000 نفری یرموک، همینک حدود 20,000 نفری که در این منطقه باقی ماندند در وضعیت بدی به سر میبرند. به نوشته عفو بین الملل، دست کم 69% از اهالی باقی مانده در یرموک از سوء تغذیه رنج میبرند. به گفته عفو بین الملل، طرف های درگیر در سوریه با محاصره مناطق مختلف مسکونی حدود 250,000 نفر از مردم این کشور را در حصر قرار دادند که در این میان محاصره یرموک مرگبارترین مورد است. این گزارش با ذکر اینکه حمله هایی که بین نظامیان و غیر نظامیان تفاوتی قائل نمی شود و مرگ و جراحت بر جای می گذارد جنایت جنگی است می افزاید که این اقدامات نشان دهنده پایمال کردن بیرحمانه اولیه ترین اصول قانون بشر دوستانه بین المللی توسط رژیم سوریه است. عفو بین الملل در پایان گزارش خود خواستار رفع حصر از این مناطق و محاکمه عاملان جنایت جنگی در این مناطق شده است. ماه گذشته بر سر یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در مورد برداشتن محاصره از مناطق مسکونی از سوی تمامی طرفهای درگیر تفاهمی به دست آمد، اما مفاد این قطعنامه هنوز در عمل به اجرا نیامده است. بنابر آمار رسمی در حدود 500,000 نفر از آوارگان فلسطینی در سوریه زندگی می کنند که از ماه مارس 2011 که درگیری ها در سوریه آغاز شده، نیمی از این فلسطینیان نیز در داخل این کشور آواره شدند. اکبر هاشمی رفسنجانی پس از روی کار آمدن حسن روحانی تقریبا به طور روزانه در رسانه های ایران حضور دارد و هر نوبت لحن سخنان او تندتر می شود. به چند روز پیش در سخنان کم سابقه از مردم و فعالان سیاسی خواست که همچون گاندی از زندان نهراسند، موضوعی که محافل امنیتی بار دیگر هاشمی را برانداز خواندند. هاشمی در تازه ترین سخنان خود با انتقاد چند باره از احمدی نژاد می گوید حسن روحانی تا کنون ایستادگی کرده و از شعارهایش عقب نشینی نخواهد کرد. اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با روزنامه اعتماد با تاکید بر اینکه در دنیای کنونی نمیتوان با قطع رابطه با دیگران کار کرد، درباره دولت حسن روحانی گفت مردم از دولت انتظار دارند با تدابیر خاص مسائل کشور را پیش ببرد که تا اینجا بد پیش نرفته است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از این مصاحبه با اعلام اینکه پیش از انتخابات 24 خرداد سال جاری قول حمایت از روحانی را به او داده بود و به نوشته روزنامه اعتماد پازل انتخابات ریاست جمهوری را چید اضافه کرد که پس از انتخابات به حسن روحانی گفت به وعده هایی که به مردم داده وفادار باشد، چون اصل اسلامی و انسانی و شرط اعتماد مردم است. آقای هاشمی رفسنجانی همچنین گفت که آقای روحانی تا به حال ایستاده است و افسود که هنوز ندیده است او از شعارهایش برگشته باشد. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام چند روز پیش در مصاحبه با روزنامه آرمان نیز با اشاره به اینکه رئیس جمهوری جدید ایران مشکلات داخلی و خارجی در پیش رو دارد گفته بود حسن روحانی به گفته او نسبتاً در حد مقدور کارش را خوب انجام داده و افسوده بود که چینش دولت در حد مقدور است و در شرایط فعلی باید قبول کرد که واقع بینانه است. رفسنجانی در بخش دیگری از سخنان خود هم از سیاست‌های 8 سال گذشته دو دولت محمود احمدی نژاد انتقاد کرد و گفت اگر این 8 سال دست یک دولت توانا و عاقل بود، پیشرفت کشور حالت جهشی داشت.
از جمله انتقادهای اکبر هاشمی رفسنجانی از عملکرد دو دولت محمود احمدی نژاد بین سالهای 1384 و 1392 انجام کارهای پوپولیستی به جای کارهای ضروری، سیاست خارجی معیوب و نداشتن مدیریت خوب در سیاست داخلی بود. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام این وضعیت را ریشه گرفته از انحرافی دانست که به گفته او در سال 1384 آغاز شد، یعنی آغاز دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد. او با انتقاد از خصوصی سازی های 8 سال گذشته به ویژه فروخته شدن شرکت مخابرات به یک نهاد نظامی به نام سپاه گفت امکانات اساسی را از دست دولت گرفتند و به نهادهایی دادند که نه نظارت پذیر هستند و نه حساب پس می دهند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره سیاست خارجی دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد افسود که با ادامه روال پیش به مرحله نفت در برابر غذا می رسیم و به سرنوشت حکومت‌های آفریقای جنوبی و عراق اشاره کرد. هاشمی رفسنجانی در مورد مذاکرات اتمی ایران با گروه 5+1 هم گفت ادامه کار به مذاکرات بستگی دارد. اگر طرف‌های ما حسن نیت داشته باشند و حقیقتاً بخواهند ما به طرف تسلیحات هسته‌ای نرویم، مشکلی پیش نمی‌آید. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام افسود اگر بتوانیم از مذاکرات بدون دادن امتیاز بیجا حق خود را بگیریم و مقررات بین المللی را دو طرف رعایت کنیم خطر می گذرد. او با اشاره به اینکه از دوره ریاست جمهوری خود در صدد بود تا شرایط بد سیاست خارجی را درست کند و به همین دلیل سیاست تنش زدایی را در پیش گرفت افسود آقای روحانی هم می دانست که باید این کار را حل کند که پیش رفت. هاشمی رفسنجانی در زمان انتخاب محمود احمدی نژاد به دومین دوره ریاست جمهوری رئیس مجلس خبرگان هم بود، اما به دنبال حمایت از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 از جمله سخنرانی در نماز جمعه به حمایت از معترضان با انتقاد حامیان خامنه‌ای مواجه شد و سرانجام از ریاست خبرگان برکنار شد. هاشمی در این خصوص هم به روزنامه اعتماد گفت من حرفهایم را در همان نماز جمعه 26 تیر ماه 1388 گفتم و هنوز هم به آنها معتقدم. این اظهارات هاشمی با واکنش حسین شریعت مداری نماینده خامنه‌ای در روزنامه کیهان روبرو شد و شریعت مداری در شماره امروز روزنامه کیهان به شدت به هاشمی تاخت. پایان بخش برنامه این هفته ما گزارشی است از مهستان بختیاری، خبرنگار ما در ترکیه، که تحولات هفته گذشته این کشور را دنبال کرده و ما را در جریان آن قرار می دهد. حدود 2 هفته تا برگزاری انتخابات محلی در ترکیه باقی مونده. نامزدها هم با جدیت تمام مشغول تبلیغات هستند و در کل فضای این روزها در شهرهای ترکیه کاملا فضای انتخاباتی هستش. در این زمینه باید بگیم که در ماه‌های آینده حزب عدالت و توسعه به ویژه شرایط بسیار حساسی رو در پیش رو خواهد داشت. دلایل مشخصی داره. ترکیه در سال 2014 و 2015 سه انتخابات مهم رو در پیش رو داره که در هر سه این انتخابات حزب عدالت و توسعه باید محک بخوره و اگر میخواد در آینده سیاسی ترکیه نقشی داشته باشه باید دست کم پیروز میدان باشه. نخست همین انتخابات 3 مارس، انتخابات محلی، و در تابستان انتخابات ریاست جمهوری، و در سال 2015 هم انتخابات پارلمان. در اهمیت انتخابات محلی باید گفت که پیروزی در انتخابات محلی از سوی حزب عدالت و توسعه تا حدود زیادی میتونه سرنوشت حزب عدالت و توسعه رو در 2 انتخابات بعدی به ویژه انتخابات ریاست جمهوری هم رقم بزنه. خود آقای اردوغان هم به این موضوع واقف هستش. در یکی از همین سفرهای تبلیغاتی که چند روز گذشته به شهرهای ترکیه داشته، آقای اردوغان گفتن که انتخابات محلی حتی اهمیتش به اندازه انتخابات ریاست جمهوری هستش. به هر حال دلایلش هم روشن هستش. انتخاب مدیران و مسئولان محلی همسو و همگرا با حزب عدالت و توسعه میتونه تاثیر مستقیمی بر روی انتخابات ریاست جمهوری بگذاره. اما انتخابات ریاست جمهوری که در تابستان قرار هست برگزار بشه، برای نخستین بار هست که مردم با رأی مستقیم رئیس جمهور رو انتخاب میکنن. خود آقای اردوغان هم ابراز تمایل کرده که در این انتخابات نامزد بشه. در شرایط کنونی بسیاری از کارشناسان 2 گزینه محتمل رو در سپهر سیاسی ترکیه برای حزب عدالت و توسعه
پیش بینی میکنن. نخست اینکه حزب عدالت و توسعه در انتخابات محلی که دو هفته دیگه قرار هست برگزار بشه بیاد و با آرای بسیار زیادی پیروز میدان باشه. در اون صورت این پیروزی میتونه تا حدود زیادی راه رو برای ریاست جمهوری آقای اردوغان هم هموار بکنه. اما اگر حزب عدالت و توسعه در این رقابت ها ناکام باقی بمونه و در واقع پیش بینی ها خارج از آن چیزی که تصور میشه باشه، در آن صورت رهبران حزب عدالت و توسعه از جمله خود آقای اردوغان چاره ای ندارن برای تامین آینده حزب عدالت و توسعه بیان و انتخابات پارلمانی زود هنگام رو برگزار بکنن. به هر حال در شرایط کنونی برای حزب عدالت و توسعه این اشخاص و افراد نیستن که بیشتر مهم هستن، بلکه آینده خود این حزب در ساختار سیاسی ترکیه هست که بسیار مهم هستش. اما شرایط کنونی انتخابات در ترکیه به چه صورت هستش؟ اگر قرار بود که سال گذشته ما در مورد انتخابات ترکیه و سرنوشت نهایی حزب عدالت و توسعه صحبت بکنیم و پیش بینی داشته باشیم، قطعاً در آن زمان حزب عدالت و توسعه حزبی بود که در سایه دستاوردهای بزرگ اقتصادی که برای ترکیه و مردم ترکیه به همراه داشته، حزب بی‌رقیبی بود که دیگر احزاب توان رقابت با اون رو نداشتن. اما به واقع در همین یک سال گذشته شرایط به شدت دگرگون شده و تا حدود زیادی میشه گفت که هیچ کس نمیتونه پیش بینی دقیقی از آینده حزب عدالت و توسعه در این عرصه انتخاباتی داشته باشه. از بقای پارک گزی، نارامی‌های تابستان سال گذشته در ترکیه گرفته تا پرونده فساد مالی و تصویب چند لایحه جنجال برانگیز در پارلمان ترکیه توسط حزب عدالت و توسعه و اخیراً چند فایل صوتی منتسب به آقای اردوغان، همه و همه تأثیر زیادی بر این شرایط گذاشته و تا حدود زیادی اعتبار حزب عدالت و توسعه رو در میان افکار عمومی خدشه‌دار کرده. بنابراین پیش بینی بسیار سخت و دشوار هست در این زمینه. اما جدای از این موضوعات، مسائل اساسی و راهبردی هم هستند که بسیار مهم هستند در این رابطه، از جمله اینکه به نظر میرسه سرنوشت نهایی حزب عدالت و توسعه در سه شهر بزرگ استانبول، آنکارا و ازمیر رقم خواهد خورد. پیش بینی بسیاری از تحلیلگران بر این هستش که حزب عدالت و توسعه در شهر استانبول دست بالا رو خواهد داشت و آرای زیادی رو کسب خواهد کرد، برخلاف دیگر شهر بزرگ ترکیه یعنی ازمیر که در اون شهر حزب خلق موفق خواهد بود. با وجود چنین شرایطی به نظر میرسه سرنوشت نهایی انتخابات در شهر آنکارا و حوزه های انتخاباتی این شهر رقم بخوره که هنوز مشخص نیست کدام حزب دست بالا رو داره. اما فاکتور دوم و موضوع دوم، نحوه چینش و ترکیب گروه ها و احزاب مخالف و رقیب در برابر حزب عدالت و توسعه هستش. با وجود همه اختلاف نظرهایی که این احزاب رقیب دارن، هیچ دور از ذهن نیست برای اینکه بتونن حزب عدالت و توسعه رو از سکوی قدرت دور بکنن، در ماه‌های آینده دست به ائتلافی هم بزنن که در اون صورت شرایط برای حزب عدالت و توسعه سخت‌تر هم خواهد شد. اما مؤلفه سوم و موضوع سوم، کارهای بازی و برنده‌ای هستش که گروه‌های مخالف آقای اردوغان به ویژه در این ماه‌ها در اختیار دارن. به واقع باید گفت که تمام اتفاقات پیش بینی شده و پیش بینی نشده در ماه‌های گذشته افتاد و تماماً هم این اتفاقات به ضرر حزب عدالت و توسعه بود. همونطور که گفتیم، از رویدادهای پارک گزی تا نارامی‌های تابستان گذشته و مسائلی که به هر حال در زمینه پرونده فساد مالی شاهدش بودیم و حتی همین چند روز گذشته مرگ یک نوجوان ترک بعد از 9 ماه که در کما بود و در جریان نارامی‌های سال گذشته شهر استانبول مصدوم شده بود، جان خودش رو از دست داد و یک فضای اعتراضی جدیدی رو به وجود آورد و شرایط روانی رو در آستانه انتخابات رقم زد. به هر حال می‌بینیم که این فاکتورها و عوامل تا چه اندازه میتونه سرنوشت نهایی انتخابات رو تعیین بکنه. فراموش نکنیم شبکه گلن رو که حتی خود آقای اردوغان و طرفدارانش بارها عنوان کردن که هرچه تنش در ماه‌های اخیر در فضای سیاسی ترکیه میبینیم از شبکه گلن هست. هیچ دور از ذهن نیست که شبکه گلن برای اینکه بتونه تاثیر روانی بر شرایط انتخابات بگذاره، در روزهای آینده هم یکی دیگه از همین برگ‌های برنده رو رو بکنه و فضای روانی انتخابات رو به نفع خودش پیش ببره. به هر حال با وجود چنین شرایطی به نظر میرسه آقای اردوغان در استانهای مرکزی و
شرقی تا حدود زیادی خیالش از طرفداران خودش راحت هستش. در این استان‌ها که اغلب طیف‌های سنتی و مذهبی قرار دارن، با جدیت تمام وقتی باهاشون صحبت می‌کنیم از حمایت آقای اردوغان صحبت می‌کنن. اما همونطور که گفتیم هیچ چیز قابل پیش‌بینی نیست و به واقع 3 مارچ شرایط بسیار حساس و دشواری رو پیش روی حزب عدالت و توسعه قرار داده. خود آقای اردوغان هم در هفته گذشته شاهد بودیم که عنوان کرد اگر در انتخابات محلی 3 مارچ حزب عدالت و توسعه نتونه آرای مناسبی رو کسب کنه، از قدرت کناره گیری میکنه. شاید این گفته آقای اردوغان سه گذاشتن بر این موضوع هستش که اگر حزب عدالت و توسعه در این انتخابات محلی شکست بخوره، تا حدود زیادی دست کم در کوتاه مدت فضای بازی در عرصه سیاسی ترکیه رو از دست خواهد داد. بی جهت نیست که برخی عنوان میکنن که این روزها آقای اردوغان حتی در شبانه روز کمتر از 4 ساعت استراحت میکنه و تمام وقت خودش رو صرف هماهنگی و متحد کردن یاران خودش در حزب عدالت و توسعه کرده. با این گزارش به پایان برنامه این هفته ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت میرسیم. بسیار سپاسگزارم که ما را تا انتهای برنامه همراهی کردید. این برنامه ساعت 7 بعد از ظهر روزهای شنبه به وقت تهران و 3:30 بعد از ظهر به وقت لندن پخش می شود. اگر موفق به دیدن پخش زنده آن نشدید، این برنامه همراه با برنامه‌های دیگر ما رو می توانید در وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا هم دنبال کنید و از همین طریق و همچنین ایمیل ما که بر روی صفحه تلویزیون ظاهر شده، می توانید پیشنهادات و انتقادات خود رو با ما در میان بگذارید. منتظر نظرات شما هستیم. تا برنامه دیگر، شاد و سربلند باشید.